ژنرال محمد جاسم زبیدی، فرمانده عملیات استان میسان عراق، از آغاز اجرای طرح امنیتی ویژه زیارت اربعین امام حسین علیه السلام خبر داد. وی در یک کلیپ ویدیویی گفت این طرح با مشارکت تمامی یگانهای امنیتی ارتش و پلیس و تمامی سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی اجرا خواهد شد. استان میسان در قسمت جنوب شرقی عراق و هم مرز با ایران می باشد. مرکز اداری آن شهر اماره است و از 6 بخش تشکیل گردیده است. رئیس سازمان وظیفه عمومی ایران سردار تقی مهری طی اظهاراتی گفت در راستای ارائه تسهیلات به مشمولان غیر قابیه به متقاضی زیارت عتبات عالیات در ماهای محرم و صفر به ویژه راهپیمایی اربعین حسینی، این دسته از عزیزان در صورت نداشتن غیبت سربازی می توانند بدون نیاز به پرداخت وثیقه و با ثبت درخواست خود به صورت اینترنتی در این سفر معنوی شرکت کنند. وی افزود مشمولان متولدی فروردین تا پایان شهریور 83 می توانند مجوز خروج از کشور را از سامانه مرزی پلیس گذرنامه دریافت کنند. سازمان آموزش علم و فرهنگ ملل متحد یونسکو اعلام کرد که 244 میلیون کودک در جهان از ادامه تحصیل باز مانده‌اند. این سازمان همچنین اعلام کرد این تعداد از بیش از 20 سال پیش تا کنون رو به کاهش است، اما همچنان نگران کننده است. استاندار یکی از استانهای مسیر زائران اربعین حسینی در عراق از تهیه طرح مشترک امنیتی و خدماتی در این استان برای زیارت اربعین خبر می‌دهد. زهیر علی شعلان، استاندار دیوانی در جنوب این کشور، ظهر روز جمعه اعلام کرد که یک طرح مشترک امنیتی و خدماتی در این استان برای زیارت اربعین امام حسین علیه السلام تهیه شده است. عقیل یاسری، مدیر بخش شعائر و مواکب حسینی در عراق وابسته به آستانهای مقدس حسینی و عباسی، از صدور بیش از 9000 ضمانتنامه برای موکبدارانی که قصد دارند در زیارت اربعین امسال به شهر مقدس کربلا خدمات رسانی کنند خبر داد. لازم به ذکر است هزاران موکب مردمی همه ساله در مسیر زیارت اربعین به زائران حسینی خدمت می کنند که اسم آنها در آمار ارائه شده ثبت نشده است.